جهاد از کجا تغذیه شود؟ به تربیت توسط عالمان. این عالمان از کجا آمدن؟ اجازه بده این نکته را توضیح بده. قبل از اینکه انقلاب اسلامی ایران در قوم شکل بگیره، سالهای چهل، دهه چهل را میگویم، مرجع و ملجأ و پناهگاه هزارها بعد از قتل عام امیر عبدالرحمن به لحاظ دینی و مذهبی نجف بود. نجف اون پایگاه و جایگاهی بود که هزارها اونجا حضور می‌یافتن، علم می‌آموختن، دانش می‌آموختن، خود را به کمال می‌رساندن، محصولی می‌دادن، آیات عظامی اونجا تربیت میشد. چرا هزارها این روی کرد رو داشته؟ من از بقیه عواملش میگذرم، این عوامل سیاسی و اینام سر جای خودش. چیزی که حس ششم جامعه هزاره رو وادار میکرد که باید این کار رو بکنه، احیای هویت بود. هویت همونی که قتل عام شده، تهمانده ها و بازمانده هایش خود را هم باور ندارن، خود را هم همونطور که گفتم فراموش کردن، باید از یک جای شروع کنه. و به حکم اینکه انسانه و انسان به دنبال توسعه و پیشرفت و تکامله، درهای دانشگاه ها بسته است، کجا باید برون خودی نشان بدهن؟ در حوزه علم نجف بازه. یک زمان یک از دوستان محاسبه کرد، میگفت که من به خاطر دارم که در ظرف مثلا 3 دهه آمار گرفته بود، در ظرف 15 سال، عذر میخوام، در ظرف 15 سال نجف 30 مجتهد از جامعه هزاره تحویل داده. 30 مجتهد 15 سال. من نام نمیگیرم دیگه، نه وقت شما رو نمیگیرم. در مجموع منظورم اینه که این عالمان که از نجف آمدن باید جهاد را تفسیر بکنه برای مردم، اما منبع قوم قوی تر است. منبع قوم منبع سیاسی است. منبع قوم، حوزه علمیه قوم، جایگاه خودش را بر نجف تحمیل کرده، نجف تحت شعاع قرار گرفته، برای اینکه حوزه علمیه قوم حاکم تحویل داده، ولی فقیه تحویل داده، امام امت تحویل داده، رئیس جمهور روحانی تحویل داده. یعنی قوم خود را ام القرای کل جهان اسلام میدانه و صد البته امکانات وسیع ترم داره. راه نجف هم بسته شده، صدام حاکمه. بچه های هزاره کجا بروند؟ باز هم میگویم دانشگاه ها بسته است، میآیند به جای نجف در قوم سرازیر میشود. و مزاری کجا باید برود؟ از 4 کنت مزار که نمیشود فیلسوف تربیت کرد و بارآمد و عالم و فقیه و انسانی با تفکر و اندیشه چیزی نداره. اولین جایی که مزاری جزء همین گروه تصمیم میگرد که خود را و هویت مردم خودش را به گونه ای به نمایش بگذارد، چون هویت مذهبی ما هم این کار شده، قومه. مزاری طلبه قومه. امروز خیلی ها تلاش میکنن بگوین که مزاری هیچ ربط و ارتباطی به این نهادها و پایگاه ها و اینها نداره. این دروغ محضه، این قلب واقعه. این را هر کسی آگاهی که بشنوه میخنده به ریش آدم. این تعریف از مزاری نیست، این نابود کردن مزاریه. مزاری ذهن توست. مزاری آمده قوم، طلبه قوم شده، پای درس آقای مشکینی منشینه، پای درس خزعلی منشینه، پای درس مراجع قوم منشینه. او چی می آموزد؟ آموزه های دینی، آموزه های اسلامی، آموزه های انقلابی. آموزه های انقلابی تحت شرایطی که باز هم ایدولوژیک است و مزاری سخت وابسته به اون ایدولوژی است. و مزاری انسان ایدولوژیکه،
حالا توضیح میدم که نظاری چگونه رهبر شد. میرسم به اون نتیجه. مزاری پیرو 100% ولایت فقیه هست و ترویج کننده ولایت فقیه و حتی کسانی که در ضد جبهه ولایت فقیه قرار داره آقای مزاری شهید با اونها برخورد انقلابی میکنه. تاریخ رو بخوانید، شرعان را، بیوگرافی را، جریان افراد و احزاب را مطالعه کنید. اونها برخورد میکنه آقای مزاری. مزاری در راه احیای ایدئولوژی مذهبی از نوع شیعیش شکنجه ساواک را بر جان می‌خرد. حامل نامه‌های امام خمینی از نجف به تهران است. آنقدر شکنجهش می‌کنند که سیگار را بر صورتش خاموش می‌کنند. مزاری در کوره انقلاب ایدئولوژیکی شیعی لبنان را دیده، فلسطین را دیده، او سوریه را پایگاه خودش می‌دانسته. او در آمد و شد در تمام این منطقه به جهت اعتلاء اون کلمه بوده، یعنی تشیعی که امروزه می‌خواهد انقلاب کنه و می‌خواست همین ایده و همین ایدولوژی را در برابر ایدولوژی مارکسیستی هم به کار ببنده و خوراک جهادی مردم شیعه افغانستان همین ایدولوژی و همین نظریه باشد. انکار میکنید؟ انکار میکنید؟ هزاران سند وجود داره. اما تا زمانی که مزاری این گونه هست، رهبر نیست. یک دوره دفتردار سازمان نسل افغانستانه، یک دوران حامل اسلحه ها از این طرف مرز به اون طرف مرز به عنوان یک عسکره، یک زمانی به عنوان یک مبلغ در یک گوشه از شمال افغانستان حضور پیدا میکنه که مردم حتی او رو نمیشناسه و دوستم جناب آقای استاد شفق بیسودی میگفت من مزاری را بردم در شمال معرفی کردم. درستم میگفت، برای که مردم نمیشناخ. مزاری رهبر نبود، اما مزاری مزاری بود. چگونه؟ به خاطر اینکه مزاری دوگماتیست نبود. مزاری به حسب جبر تاریخ در جبهه قرار گرفته که سبقه جهادیش را در افغانستان پررنگ کنند و حضور داشته باشد. اما پروسه جهاد، مبارزات پویای مردم او را آرام آرام به سمت و سوی دیگر می کشاند. مزاری آرام آرام متوجه می شود که تسلط و تعصب ایدئولوژیک حداقل در افغانستان کاربرد ندارد. اگر قراره که من سیاف را و نماینده های وهابیت را در افغانستان محکوم می کنم و می گویم چرا ما را نمی پذیرید، اونا هم حق داره که ما را به عنوان اعضای ایدئولوژیکی یک موضوعی که در ایران مطرح نپذیره و رد بکنه. مسئله یک واقعیت ذهنیت که نیست. بنابراین مزاری تصمیم میگیرد که از بنیادگرایی مذهبی به همگرایی ملی سوق داده شده. از این به بعد است که مزاری آرام آرام گام‌های رهبری را برمی‌دارد. او می‌بیند اگر هفتگانه پیشاور دولت انتقامی تشکیل می‌دهد، ایاب و زهابی دارد، دم و دستگاهی دارد، خب حقم داره به خاطر که پشت سرش پولای